برخی از مولوی های اهل تسنن ایران اخیرا به صورت آزادانه از معاویه دفاع کرده و مدعی شدند که او از کاتبان وحی است این اولین بار است که عده‌ای معدود از اهل تسنن ایران در اقدامی گستاخانه از لعن معاویه انتقاد کردند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد برای اولین بار طی چند قرن گذشته ای از اهل تسنن ایران در اقدامی گستاخانه از لعن معاویه فرزند هند جگرخار انتقاد کرده است آنها در حالی معاویه را جزء مقدسات اهل تسنن دانستند که دشمنیش با امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اقدام او در راه اندازی جنگ صفین و ایجاد فتنه بین مسلمانان در تمام کتب تاریخی ذکر شده است مولوی های اهل تسنن با اینکه معاویه نقش فراوانی در شهادت حضرت امیرالمومنین علی و امام حسن مجتبی علیه ما سلام داشته از او دفاع نموده و وی را کاتب وحی خواندن این در حالی است که معاویه با جانشین قرار دادن یزید فرزند صفاک خود موجب شهادت سبت پیامبر اکرم حضرت امام حسین علیه السلام و ده ها تن از خاندان پاک آل الله و صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گردید. از سوی دیگر گرگیج امام جمعه اهل تصنن آزاد شهر پس از آنکه محسنی اجهی رئیس قوه قضایی کشور ایران در دیدار با مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی صفت منافق و خبیس را در اشاره به معاویه به کار برد خواستار برکناری و مجازات اونیس شده او همچنین اظهارات روحانیون و مراجع ازام تقلید شیعه نسبت به معاویه و بررسی نقل های تاریخی در مورد این شخصیت منفی تاریخ اسلام را مورد انتقاد قرار داد و از معاویه که دشمنی او و پدر و فرزندش با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و فرزندان گرامی ایشان مشهود است دفاع کرد. او همچنین معاویه و پدرش ابو که پرچمدار مخالفت با پیامبر در صدر اسلام بوده و در قضاوات فراوانی علیه پیامبر اسلام لشکر کشی نموده بودند را مؤمن خوانده و مدعی شد آیات قرآن بر ایمان آنها دلالت می کند گرگیج اما در مورد اینکه کدام آیه از قرآن بر ایمان سران کفر و نفاق دلالت دارد توضیح قانع کننده ای ایراد نکرده لازم به ذکر است که مدتی پیش نیز گرگیج به ائمه اطهار علیه السلام اهانت کرده بود و نسبت پاکترین خلفای پیامبر خدا را زیر سوال برده بود علی اکبری اخبار شیعه ساعتی قبل مصاحبه ای داشتم با حجت الاسلام شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا و از ایشون پرسیدم نظر شما درباره دفاع تمام قد اهل از معاویه چیست و چه شده که آنها قداست ابوبکر و عمر را تا معاویه نیز کشاندند با سلام و درود به شما و بینندگان عزیز موضوع گستاخی اخیر مولوی ها در ایران درباره دفاع از معاویه و حتی بعضی از اونها که متاسفانه گستاخی رو فراتر رفتن و به امامان معصوم توهین کردن ناشی از عقب نشینی جاهلانه و یا آمدانه زمامداران هست در این چند دهه اخیر زیارت آشورا شناسنامه و هویت شیعه است وقتی حکومتی به نام شیعه تأسیس میشه ولی حتی یک بار زیارت آشورا از رسانه های اون پخش نمیشه کار رو به اینجا میرسونه که امروز ما شاهد اون هستیم که متاسفانه از یکی از جنایتکار ترین افراد تاریخ بشریت همچون معاویه این گونه دفاع میکنن و گستاخی رو به حد برسونن وقتی کسی که در مسند فتوا می نشینه در حالی که صلاحیت و سواد و علم و دانش فتوا رو هم نداره و از واژه مقدسات اهل سنت استفاده میکنه و قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها را و دشمنان قسم خورده امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در حاله از سیانت قرار میده و اونها رو تعبیر میکنه به مقدسات اهل سنت ما رو به اینجا و امروز وضعیت کنونی میرسونه معاویه ای که جنایاتش بر خاص و عام پوشیده نیست معاویه ای که زمخشری که از مورخان و نویسندگان معروف اهل سنت هست میگوید هفتاد هزار منبر در طول 61 سال یا به تعبیری برخی دیگه و حتی خود زمخشری نوشته 75000 هزار منبر در طول 61 سال معاویه امر کرد و تأسیس کرد این منابر رو که لعن امیر مومنان علی علیه السلام بگویند و جالب توجه هست که یک کشیش بلژیکی هست به نام هنری تامس میگه ما باید از معاویه مجسمه های از طلا بسازیم و در میادین معروف کشورهای اروپایی نصب کنیم و از او تجلیل کنیم ازش احترام بکنیم چرا که اگه معاویه نبود اسلام را تمام کره زمین فرا می گرفت کسی که این گونه جنایت کرده است الان متاسفانه در زمره مقدسات قرار گرفته اما اینکه چرا این گونه اینها با وجود اینکه کتب اهل سنت مملو از جنایات معاویه هست چرا این گونه از معاویه دفاع میکنند سرش یک کلمه است میدانند که اگر خاکریز معاویه فتح شود و این تابو شکسته بشه پرونده جنایات ابوبکر و عمر باز خواهد شد برای اون که اون رو در یک سیانت قرار بدن حفظ کنن اونها رو یعنی ابوبکر و عمر را مجبورن همچنان تمام قوا از معاویه دفاع کنن که این باز شدن و برملا شدن و آشکار شدن جنایات ابوبکر و عمر نیز در سیانت و حفاظت قرار بگیره شیخ محمد هدایتی از میشیگان آمریکا با ما بودند.